همراه میشیم با پرستو فاطمی، کارشناس حقوق بشر از دوسلدورف. خانم فاطمی، نرگس محمدی، میبینیم که خواستار اقدام عملی و سریع بین المللی علیه اعدام در ایران شده. این اقدام بین المللی چی میتونه باشه؟ درود بر شما. من فکر میکنم خواسته خانم محمدی مثل خواسته بسیاری از فعالین حقوق بشر و خانواده فعالین سیاسی و فعالین اجتماعی در واقع تشکل گروه های ناظر هست به صورت بین‌المللی و مستقل که بتونن حضور داشته باشن، بتونن با زندانی ها و کسایی که در واقع اتهامات سنگین به اونها وارد شده بتونن صحبت بکنن. ناظرین بین‌الملل اگر که بتونن بیان و اون فضای دادگاه های شفاف و علنی بتونه برگزار بشه، شاید این سرعت ماشین روند اعدام ها و خیلی از در واقع اعمال جرایم بسیار سنگین بتونه کندتر بشه یا از بین بره، چیزی که خب با ممانعت جمهوری اسلامی سالها اتفاق افتاده و مذاکرات بسیار جدی میتونه به صورت بین المللی از طرف کشورهای دیگه با مسئولین جمهوری اسلامی اتفاق بیفته و تمرکز بر دادگاه های علنی و نه دادگاه های خودسرانه در واقع محل انتقام جویی حکومت نخواد باشه از معترضین، که بتونه واقعا قاضی هایی که مستقل هستن و باورمند با یک سری از قوانین پایی و قوانین بین المللی و قوانین حقوق بشری باشن بتونن در اون دادگاه ها حضور داشته باشن، نه کسایی که در واقع در جایگاه اجرا کننده سیاست های حکومت در دادگاه ها حضور پیدا کردن. متشکرم از توضیحات شما. پرستو فاطمی، کارشناس حقوق بشر از دوسلدورف.